یک کودک در فاریاب هنگام بازی حلق‌آویز شد و جان باخت. جسد تیرباران شده یک مرد از دریای پنجشیر پیدا شد. ملل متحد شمار کودکان محروم از مکتب در جهان به 222 میلیون رسیده است. شکارچی حسیب قوای مرکز و فرمانده خالد حمیری خودش شکار شد و تحفه احمد مسعود به امرالله صالح. سلام دوستان، به یک از دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. 8 صبح فاریاب. منابع محلی از ولسوالی پلچراغ ولایت فاریاب میگویند که یک کودک در این ولسوالی در هنگام بازی با رسمان به صورت تصادفی در آن گیر افتاده و حلق‌آویز شده است. او که در حیات یک خانه مصروف بازی با یک رسمان بوده از سقف آویزان شده است و او روز دوشنبه 3 جوزا به چنین سرنوشت دچار شده است. این کودک به نام انصارالله 8 سال داشته و باشنده اصلی روستای تغلمس در ولسوالی پلچراغ بوده است. جسد تیرباران شده یک مرد از دریای پنجشیر پیدا شد. 8 صبح پنجشیر. منابع محلی در ولایت پنجشیر میگویند که مردم محل جسد یک مرد را که تیرباران شده است از دریای این ولایت بیرون کشیدند. با گفته منابع جسد این مرد روز سه شنبه 31 جوزا از دریای کورابه ولسوالی شتال یافت شده است. منابع می افزند که تاکنون هویت این فرد معلوم نیست، اما احتمال می رود که از سوی طالبان تیرباران شده باشد. طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته است. پیش از این باشندگان محل پارچه های گوشت انسان را از دریای پنجشیر در منطقه گلبهار ولایت پروان دریافت کرده بودند. مردم محل طالبان را عامل این گونه رویدادها می دانند. سیام نایاب تازه قاری فضل معاون قطعه فرمانده کشته شده طالبان با 7 نفر از افرادش در حالی که تلاش می کردن برای نجات خلبانان اسیر به چرخبال سرنگون شده در دره آرزو نزدیک شوند توسط افراد حسیب قوای مرکز کشته شده است. صبغت الله احمدی امرالله صالح به عنوان معاون اول رهبر جبهه مقاومت احمد مسعود منصوب شد. امرالله صالح در یک سلسله مراسم در حضور رهبر احمد مسعود سوگند یاد کرد که به رهبری احمد مسعود صادقانه برای مردم خود مبارزه خواهد کرد. گزارش های تایید نشده از رسانه های کابل. فاروق وردگ کشته های طالبان در جنگ را شهید خوان. غلام فاروق وردگ وزیر معارف در زمان حکومت احمد کرزی و وزیر دولت در امور پارلمانی در حکومت محمد اشرف غنی که به تازگی به دعوت طالبان به کابل برگشته، اعضای نیروهای طالبان که در سالهای گذشته در جریان جنگ کشته شدند را شهید خوانده و برایشان دعا کرده است. آقای وردگ که به تازگی با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و خیرالله خیرخوا سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در کابل دیدار کرده، برای آزادی وطن اعلای کلمه اسلام و نظام اسلامی را به طالبان تبریک گفته و برای استمرار آن نیز دعا کرده است. ملل متحد شمار کودکان محروم از مکتب در جهان به 222 میلیون رسیده است. ملل متحد روز 21 جون 31 جوزا گفت که شمار کودکانی که در کشورهای جنگ و بحران زده به شمول افغانستان از رفتن به مکتب محروم شده یا دروسشان مختل شده است در 6 سال گذشته تقریبا 3 برابر شده است. ملل متحد گفته است که شمار این کودکان اکنون به 222 میلیون میرسد. ملل متحد با نشر یک گزارش تازه تحت عنوان برنامه آموزش نمیتواند منتظر بماند گفته است که در مقایسه با سال 2016 میلادی به گونه تخمینی 75 میلیون کودک بیشتر این مشکل را تجربه کردند. یاسمین شریف رئیس این اداره ملل متحد به خبرنگاران این رقم را تکان دهنده و ننگین عنوان کرده و تاکید کرد که آرزوی 222 میلیون کودک به دلیل عدم دسترسی به آموزش مستمر از هم می پاشد. خانم شریف به گونه ویژه در مورد افغانستان اظهار نگرانی کرده و جایی که دختران مکاتب متوسطه و لیسه توسط طالبان از فراگیری آموزش محروم نگه داشته شده است ابراز نگرانی کرده است. او افزود زمان آن است که جهان در این مورد صدا بلند کند، زیرا ما نمی توانیم بگذاریم که دختران افغان به مکاتب متوسطه و لیسه برنگردند. گروه طالبان که ادعا دارد در حال حاضر شرایط برای مکاتب دختران مساعد نیست، در حاکمیت قبلی خود از سال 1996 تا 2001 زنان را به طور گسترده از حق کار و تحصیل محروم کرده بود.
بر اساس گزارش این اداره ملل متحد در حدود 78.2 میلیون کودکان در سراسر جهان به گونه کلی از رفتن به مکتب محروم شدند که 54% آن دختران و 17% دیگر آن کودکان دارای معلولیتند. در این گزارش آمده است که در حدود 120 میلیون کودک دیگر در ساعات بحران زده زیست دارند که در چنین شرایط نمی توانند به اندازه کافی بیاموزند. گزارش های مهم از جهان. اقدام سنای امریکا برای وضع قانون کنترل سلاح بعد از 30 سال. مجلس سنای امریکا پس از 30 سال اولین گام را برای وضع قانون کنترل سلاح برداشت. اعضای مجلس سنای امریکا روز سه‌شنبه توافق کردند که یک قانون فدرال را برای کنترل اسلحه در قالب یک بسته پیشنهادی فراجنایی، یعنی متشکل از جمهوری خواهان و دموکرات ها وضع کنند. با گزارش یورو نیوز انتظار می رود اعضای مجلس سنای امریکا پیش از آغاز تعطیلات دو هفته‌ای در مورد این لایحه 80 صفحه‌ای تصمیم گیری کنند. با این که متن این لایحه با انتظارات دموکرات ها و به ویژه شخص جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده همچنان فاصله زیاد دارد، اما همین حرکت نقطه عطف در سیاست امریکا در زمینه کنترل اسلحه محسوب می شود، چرا که کنگره سالها به این موضوع ورود نکرده بود. این تمهید قانونی به ایالت ها این اختیار را می دهد که تا حق دارا بودن سلاح را از افراد که برای خود یا افراطیان آنها خطرناک هستند سلب نماید. این قانون همچنین اختیار داشتن اسلحه را از افراد که سابقه خشونت دارند و اکنون بدون ثبت ازدواج در یک رابطه دوستی به سر می برند سلب خواهد کرد. در قوانین فعلی حمل اسلحه افراد دارای سابقه خشونت تنها در صورت تأهل و یا دارای فرزند بودن از صلاحیت داشتن اسلحه محروم می شدند. حالان که افرادی که دارای خشونت خانگی بوده و در یک رابطه دوستی بدون ازدواج باشند همچنان می توانستند سلاح داشته باشند. پس از دو حادثه تیراندازی در یک فروشگاه مواد غذایی در نیویورک و یک مدرسه ابتدایی تگزاس که توسط دو نوجوان انجام شد، این قانون به ایالت‌ها اجازه خواهد داد تا سوابق نوجوانان را برای خرید اسلحه به سیستم ملی بررسی سوابق ارائه کنند. علی‌رغم این که در هر دو حادثه مذکور عاملین تیراندازی نوجوانان 18 ساله بودند که خود شخصا اسلحه‌هایشان را خریداری کرده بودند، این لایحه در خصوص افزایش محدودیت سنی خرید سلاح‌های اتوماتیک از 18 سال به 21 سال ناکام ماند. در حال حاضر کرسی‌های مجلس سنای آمریکا به طور مساوی بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان تقسیم شده است. هر 5 نماینده دموکرات به این لایحه رأی مثبت خواهند داد، اما برای تبدیل شدن به قانون رأی دست کم 10 نماینده جمهوری‌خواه نیز لازم است که البته تاکنون 14 سناتور جمهوری‌خواه آمادگی خود برای همراهی با این لایحه را اعلام کردند. کریس مورفی یکی از سناتوران آمریکا در مورد این لایحه گفته است که این لایحه مهمترین اقدام فراجنایی خواهد شد که کنگره در طی 30 سال گذشته انجام داده است. بر اساس معلومات مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های ایالات متحده، هر ماه به طور میانگین 70 زن توسط شریک زندگی یا جنسی خود با سلاح گرم کشته می‌شود. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوی بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهایمان را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب روزتان خوش. الله یار مددگار همه شما باشد.